کشور پرتغال روز سه‌شنبه خود را بدون دولت یافت. آن هم تنها 11 روز پس از آنکه دولت محافظه‌کار به نخست وزیری پدرو پاسوش کویلهو بر سر کار آمد. این کوتاه‌ترین دولت در تاریخ دموکراسی پرتغال بود. نمایندگان سوسیالیست، کمونیست، سبزها و مارکسیست‌ها در این روز در اتحادی بی‌سابقه طی 40 سال اخیر برای سقوط دولت با یکدیگر هماهنگ شده و دولت نوپا و محافظه‌کار این کشور را مجبور به استعفا کردند. ائتلاف محافظه‌کاران در انتخابات با پیروزی ضعیفی به قدرت رسیده بود. با این وجود رئیس جمهوری پرتغال به سنت همیشگی وظیفه تشکیل کابینه را به عهده پدرو پاسوش کویلهو گذاشته بود. او تاکید کرده بود که تا زمان انتصاب نخست وزیر هیچ راه حل دارای ثبات، انسجام یا معتبری از سوی هیچ نیروی سیاسی دیگری ارائه نشده بود. در این هفته همچنین پارلمان پرتغال طرح تشکیل یک دولت چپگرا را به تصویب رساند. به این ترتیب اکنون توپ در زمین رئیس جمهوری محافظه‌کار این کشور است تا درباره ماهیت دولت آینده تصمیم بگیرد. آنتونیو کوشتا، رهبر ائتلاف چپ‌ها در پارلمان که احتمال می‌دهد نخست وزیر بعدی باشد، می‌گوید برای اولین بار می‌توان دولتی بر اساس توافق نمایندگان احزاب سوسیالیست، بلوک چپ، کمونیست و سبزها شکل داد، چیزی که کاملا جدید است و دموکراسی را تقویت می کند. اما هیچ چیز قطعی نیست، زیرا رئیس جمهوری می تواند از پدرو پاسوش کویلهو بخواهد در مقام نخست وزیری باقی بماند و تا انتخابات بعدی، یعنی تا ماه ژوئن آینده، اجرای امور را در دست بگیرد، یا اینکه تحت عنوان ابتکار عمل رئیس جمهوری یک دولت مستقل تشکیل دهد. راه سوم نیز این است که سکوتش را بشکند و از آنتونیو کوشتا، رهبر ائتلاف چپ‌ها در پارلمان، بخواهد تا دولت جدیدی را تشکیل دهد، کاری که احتمالاً خطراتی را نیز برای رئیس جمهوری به همراه دارد. آنتونیو پینتو، استاد دانشگاه لیسبون، میگوید اگر رئیس جمهوری دولتی را به رهبری سوسیالیست‌ها که توسط دیگر احزاب چپ حمایت می‌شود بر سر کار بیاورد، احزاب راست میانه قطعاً رفتاری بسیار رادیکال نسبت به حزب سوسیالیست خواهند داشت. bastante radical sob o ponto de vista político contra. به گفته تحلیلگران، طی ماه‌های پیش رو شاهد یک چند قطبی سیاسی در پرتغال خواهیم بود، چیزی که از روز سه‌شنبه آغاز شده است. در این روز حامیان دولت پدرو پاسوش کویلهو در اعتراض به رأی منفی پارلمان به خیابان‌ها آمدند.